خوب در قدیم رواج بود که زنان حتی با اون آمال از دشت و رفتار و نامناسب خود پرچم بدان خانه ویزان می کردن. بله. و خودشان لباسهای لباس های فوقلاده فوقلاده بدن نما و یا به صلاح چی بگم اون که تبرج به اصلاح در وجود نار آشکار می می پوشیدن استفاده می کردن که پیامبر از دوباره به اینا به شخصیت بخشید اما را اصلاح کرد در جامعه و امروز روزم هم میبینید که بعض از اون کارها و بعض از اون امورات اون اصل جایلی یعنی جهل با معنای که فاقد علم و فاقد بره بره. عقل و امروز روز برعکس جامعه ما تحصیل علم کمال بالا میره اما جهلشان و نافامیشان که عبارت از بدون عقل و علمه بالا میره یعنی چی؟ یعنی این تبرج گرفته از اون نادانه و جهل بله. اگر بفهمن که این طبعات نامناسب در جامعه باقی میمانه و سری داره پیشرفت میکنه یعنی ما میبینیم با فور فرانی که در ار ما از مای دیگه و سلا بدتر, بدتر, شده, میره خب اینا رو باید چیکار کار بکنیم میگن تمام انسانهایی که در جامعه بشری میدانن که شخصیت یک زن به چه استوار و ثابت میمانه امه. باید همیشه اینا نصیت و وصیت و امر به معروف کار داشته باشن که همیشه ارزش, ارزش های یک زن معلوم شه که چی هست درست مثلا گاهی وقتا یک زن ارزش های زندگیش هم مد و فیشن میشه ولی بعضی وقتها ارزش های یک زن هجاب از اون میشه هجاب از میشه و هجاب بر خود انسان در جامعه امنیت به وجود میرن یعنی باعث میشه که در آرامش زندگی بکنه در آرامش رفت آمد داشته باشه درستان. به با درس به تحصیل با به پانتون به دانشگاه به مکتب به مدرسه یعنی خود پوشش کامل اسلامی مم. مطابق فقه اسلام که برای ما مقرر شده که باید بدن پوشیده باشه برجستگی های بدن باید نمایان نشه زیورالات باید نمایان نشه آرایش سر و صورت باید نباشه و نحوه را رفتن و حتی عرف زدن اینجا موروز فراموش کنه که مطرح کردم که اگر یک خانم به صورت صحبت کنه با یک نامحرم هم تبرات شمرده میشه بانده. یعنی صدای خدا باریک میسازه صدای صدا خدا مثلا لهجه میده یک کار میکنه که اون باعث جلب توجهی طرف بشه درست. اینا هم تا برای شما میشه راه رفتنشان که گفتم حتما باید یواش باشه آیسته باشه با وقار باشه با عزت باشه متین باشن مم. یعنی نباید کار بکنن که او طرف به صلاح خیابان اینا را برن و او طرف و این طرف ما غیر توجه داشته باشه برعکس که گی خانما هم امنیت خود از دست میدن با هم وقار خود از دست میدن بله از لحاظ اجتماعی میگن که خوب در اجتماع اگر تاثیر گذاره این عمل و این رفتار انال باید کجا نهادهای اجتماعی باید فعالیت, فعالیت بکنن دست به کار بشن یعنی تمام نهادهای اجتماعی حتی کورس های شخصی باشه حتی آموزشگاه های شخصی باشه دولتی باشه یعنی متولیان و عمه انسان آیه که در جامعه استادن مربیان نازمن نگهبانن بله. یک عمل یک رفتار اگر ناشایسته از زنان و از خانم ها یک مقداری باید تذکرات لازم داشته باشند. درست که در این صورت اگر ما در جامعه خود اصلاحات نداشته باشیم با سرحت داره قوانین و اون به اسلام چیزایی که برای ما شده که باید رهایت بکنیم با سانی از دست میره و دوباره به دست نمیاد بله. باز ما حدیث ایمه معصومین علیهم السلام را تکرار میکنم که اگر در ج... در جامعه امرو نهین نهی نصیت وصیت یک گفتار نباشه یک نصیحت آمید عرفای نباشه میگن اینا به انحراف میرن و بلاهای تازه برشان نازل میشن اون وقت هر قدر تلاش بکنی اون بلاغا از سر جامعه, جامعه و مردم رد نمیشه لذا در اینجا ما باید قواید داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی هر انسان به ذات خود اگر کسر میبینه که به همچه شکل باشه که در جایش باشه مناسب باشه تاثیر گذار باشه باید تذکر بدم. که امون گپ امر به معروف و نعی از منکر است که متاسفانه وقتی از جامعه برداشته شود او جامعه خیلی خوب دیگر... میشه بله. ما میبینیم که هزاران رفتار نامناسب در بین روز در بین بازار از دختران و گوشی ها به دستشان پیدا پیداست مثلا از صورت آرائش کرده تا وقتی که ویروسی هم هست باید ماسک بزنن ولی ماسک نمیزنن به بله. خاطر چی به خاطر که اون زیبایی های بدنشان برجسته باشه و مورد انظار عمومی قرار بگیره اینجا باید حتی ات مخازدار و دکاندار باید تذکر داشته باشه